هفته اول لیگ برتر ایران با درخشش تیم های همراه شد که در فصل تابستون خودشون رو خوب تجهیز کرده بودند. استقلال، سپاهان و تراکتور هفته اول هوادارانش رو امیدوار کردند. پاتریک خوش اومدید. درود وقتتون بخیر پتریک امشب خوش اومدید امشب هم توی برنامه در مورد فوتبال صحبت میکنیم توی برنامه قبلی به طور مفصل در مورد بازی پرسپولیس و زوباهن صحبت کردیم اما با توجه به اینکه بازی های حساس دیگه لیگ فقط دقایق قبل از برنامه جمعه ما تموم شده بود فرصت نشد که بازی دیگر تیم های مدعی رو به طور کامل نقد و بررسی بکنیم توی این برنامه به تحلیل سایر بازی ها میپردازیم همینطور از مهمترین اتفاقات نقل و انتقالات تیم های لیگ برتر ایران هم صحبت می کنیم مخصوصا در مورد انتقال پر سر و صدای از پرسپولیس به تراکتور که همچنان هواشیش ادامه داره توی این برنامه هم محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی و همینطور همکارم رها پوربخش رو در استودیو داریم از بازی شمسازر و استقلال برنامه رو شروع می کنیم دیداری که در قزوین برگزار شد و استقلال بدون چند مهره کلیدی و تأثیر گزارش به دیدار تیمی رفت که بعد از پشت سر گذاشتن اولین فصل خودش در لیگ برتر و بقا در فصل گذشته حالا با تجربه تر شده و به نتایجی بهتر فکر میکنه بریم بازی جمعه اصر این دو تیم رو به یاد بیاریم بعدش در مورد مسائل فنی این بازی و همینطور وضعیت باشگاه استقلال صحبت میکنیم یا پاس خوب نیک نفس فرصت برای رزاییان و واکنش عالی امین رضایی که دروازه تیم شمسازر رو بسته نگه میداره سیلوا بلند میفرسته رمزانی ضربه سر رو میزنه محمدی رو بسر میزنه فرصت برای آرمان رمزانی و گل اول برای استقلال دقیقه پنج و چهارم آرمان رمزانی گل اول استقلال تو این فصل و این بازی رو به سمر میرسونه در قیاب بلانکو در ترکیب قرار میگیره قدرت سرزنی خودش رو اینجا نشون میده و همینطور هنر تمام کنندگیش رو یک پرسف برای استقلال استقلال باز هم روی یک ضربه شروع مجدد به گل میرسه کاری که فصل پیش هم خوب انجامش میداد آزادمنش منش میفرسته به روی دروازه توب داشت گل میشد فوق واکنش حسینی دروازه استقلال رو نجات میده باد داشت رو برای دروازه میکرد اما حسینیه که هنر نمایی میکنه اسلامی فرار کرده به دهانه دروازه برای ماشریپوف خب از مقابل ماشریپوف عبور میکنه و به بیرون میره هومن رویزاده از همونجا شلیک میکنه حسینی دروازه رو نجات میده بکنش ی حسین حسینی آزاد منش ضربه کرنر رو بلند میزنه حسینی از دروازه بیرون میاد اونجا فشار وحشتناک تیم شمسازر روی دروازه استقلال همچنان ادامه داره خوب دارم با کورنر فشار میارم بازم موقعیت از راه دور که تو به بیرون میره خب داور آقای پیام هیدری بازی رو متوقف کرده بله از اتاق یار جایی که کوپال نازمی هست بهش گفتن که اتفاقی در محبته جریمه استقلال افتاده مراجعه میکنه به کنار زمین ببینیم که چه نظری داره پیام هیدری پنالتی میگیره نظر داور اینه که اونجا سیلوا مرتکب خطا شده امیر نسایی پشت توب نسایی اولی میزنه یک یک مساوی امیر نسایی از روی نقطه پنالتی فریب میده حسین حسینی رو و با, با پای چپ بازی رو به تعادل میکشونه یک یک مساوی ماشریپوف رضاوند پاس تک ضربه عالی برای اسلامی موقع برای اسلامی است همونجا شلیک میکنه در برگش بازم موقعیت رضاوند ضربه آرش رضاوند ناباورانه از بالای دروازه بیرون میره یه فرار دیگه رضایان به دهان دروازه اسلامی و توی دروازه توی دروازه گل دوم برای استقلال نه پرچم کمک داور بالا رفته محمد عطایی تشخیص داده که اونجا آفساید رضاییان بوده حالا با باید ببینیم که داور میره به وی آر رجوع بکنه یا نه آقای پیام هیدری باش در ارتباط هستند کوپال نازمی باش در ارتباط گل گل برای استقلال داور اعلام میکنه گل شده دو یک برای استقلال تو این مسابقه کمک داور ویدیویی چقدر به کمک دو تیم اومد آف ساید نبوده و گل استقلال کاملا درست به ثمر رسید تصویر برداری تلویزیونی البته بسیار ضعیفه و تصاویر گویا نیست برشک بازی با سبه دو بر یک برای استقلال به پایان میرسه استقلال هفته اول رو پیروزی پشت سر میگذاره قبل از اینکه به استقلال صحبت بکنیم این رو بگیم که تیم شمسازر واقعا باشکه عجیبیه میلاد فخر دینی رو گرفتن تو این بازی هم بازی کرده بعد تازه روز بعد از مسابقه اومدن تصاویر متشکر کردن که این بازیکن اومده عضو باشگاه شمس زر شده با پیراهن باشگاه بشیکتاش نشسته اونجا داره امضا میکنه فقط تو ایران هم چه اتفاقاتی ممکنه رخ بده اونجوری که باشگاه به این موارد خیلی توجه بکنن اما استقلال توی این مسابقه چند بازیکنش رو در اختیار نداشت ولی با این وجود خوب بازی کرد و تونست بازی رو در نهایت ببره به توی بازی های فصل گذشته استقلال خیلی از روی ضربات شروع مجدد به گل میرسیدن ترکیب تیم استقلال رو میتونیم با اتفاق یه مرور بکنیم و با محمد تقوی راجبش صحبت خواهیم کرد در حالی که استقلال در اغلب بازی فصل گذشته با سه مدافع بازی می کرد. این بازی با چهار مدافع وارد میدان شد ترکیب جمعه استقلال رو ملاحظه میکنید حسین حسینی دروازه‌بان بود همونطور که گفتم عوافز جلالی یا اندونگ و مرتاد محمدی و حساب بلانکو نمیتونستن برای استقلال بازی بکنن کاکوتو که روی نیمکت ذخیره ها بود حسینی دروازه‌بان رامین رضاییان رافائل سیلوا آرمین سهرابیان، میلاد زکیپور، روزبه چشمی، زوبر نیک محمد حسین اسلامی، آرش رزاوند، جلال دین و, و آرمان رمزانی یازده بازیکن تیم استقلال توی این مسابقه بودن محمد سوال من اینه که خب روش استقلال عوض شده با چهار مدفع میکنه اما آیا این رو ما در بازی دیدیم که استقلال تفاوتی بکنه و پس گذاشتش؟ ببینید شاید در مجموع تفاوت آنچانی ندیدیم اما نباید فراموش کنیم ببین وقتی شما یه بازی کنیم مثل رامین رضایان داری حتما باید هر کاری بکنی که باید بهترین بازی رو ازش بگیری شما وقتی رامین رضایان رو میذاری رازا زکیپور رو میذاری چپ کاری که سپاهان پارسال میکرد دو تا بازیکن رونده بودن که همه کار برای سپان کردم برای هم... من خودم شخصا زیاد بین عقیده ندارم سه دفاع چهار دفاع پنج نفر هرچی در جریان بازی هر اتفاقی میکنه بیفته شما میتونید همون دفاع چهار نفره رو پنج دفاع کنی پنج دفاع میتونی سه دفاع کنی. اما معمولا اگه قرار شما سه دفاع بازی که من همیشه میگم چیزی به نام سه دفاعی در فوتبال ایران وجود نداره پنج دفاع است شما وقتی میخوای پنج دفاع بازی تا حدود زیادی اون آزادی عمل در واقع رامین رضایان میگیری به که شما دفاع بایست به قول ناصرخان حرف خوبی میزنه میگه که تو فوتبال ما کسی که وان وینگر بازی میکنه این نیست که هفتاد درصد باید بره سی درصد باید بره هفتاد درصد باید تا سیستم دفاعی جواننی کنه همینطوره هم باید سی درصد بره تو حمله هفتاد درصد باشه اما رامین رزایان دقیقا برعکسه هفتاد درصد باید بره برای همین دفاع 4 نفر که بتونه آزادی عمل بیشتری به رامین رزایان و اس زکی بر بده که ممکنه همین در ادامه خیلی بهش کمک کنه ممکنه نقطه ضعفش هم بشه عواطف جاریه اضافه میشه اصلا خودو فوز بکنه اصلاً خیلی خیلی توجهی میشه از کنارا خیلی میتونه تهاجمی بشه اما باید مراقب باشه براش پذیر میشه وجود روزبه چشمی که میتونه به عنوان مدافع و ببین بعضی مربی ها الان تو همه جای دنیا هم همینه مربی ها ریس نمی کنن میگن همیشه باید 4 نفر تو دفاع بمونه جز اینکه گواردیولا باشید 4 نفر بمونه حتی که دفاع 4 نفر از یه دفاع راست بمونه دفاع چپ وایسه دفاع چپ وایسه یا دفاع فک دفاعی هم وایسه چهار نفر شما تو چهار نفر ز دمنه نمیخورید اگر چنین چیز تفکری یا جواب نکونم داره بله خیلی خوب اما باید ببینید در ادامه چه اتفاقی میفته و این ات... یعنی این شرایط به وجود میاد یا نه بله راجع به جواد نکونام صحبت کردیم این رو بگم که همونطور که ترکیب هم همچنان ملاحظه میکنید استقلال در این فصل برخلاف فصل گذشته خب بازیکنه خیلی خوبی رو در اختیار داره و خب بازیکنه جدیدش هم خیلی به کمک این تیم میتونن بیان حالا اونایی که بازی کردن و اونایی که اضافه خواهند شد اما مسائل حاشیه‌ای چیزیه که میتونه به هر تیمی ضربه بزنه از جمله استقلال که به شکل توی این فصلی که مدعی اصلی کسب عنوان قهرمانی اما ظاهرا این یکی دو تا از پیشکسوت های باشگاه استقلال دلشون نمیاد که از این باشگاه دل بکنن و مسائل رو دارن به وجود میارن در همین مورد بریم صحبت های جواد نکونام رو بشنویم بله حالا صحبت های مهدی هاشمی نسب در قبال صحبت های جواد نکونام رو هم به اتفاق میشنویم سکوت میکنم همون جوری که قبلا هم گفتم آقای نکنم بیا توضیح بده راجع به این اتفاقات مهدی هاشمی نسب جزی از هاشیه نیست مهدی هاشمی نسب کسی بود که تمام هاشیه های تیم تو به دوش کشید بیا واقعیت به مردم بگو مخلصم هستم بذار رفاقتمونم بمونه اون واقعیتی که هست یا اینکه من خودم صحبت میکنم واقعیت رو میگم ریز واقعیت میگم منم وقتی ریز واقعیت بگم دیگه سانسوری توش وجود نداره منو جلو هوادار نذارین خواهش میکنم ازتون منو جلو هوادار نذارین واقعیت به هوادار بگین که چه اتفاقی افتاده از روز اول تا رسید به اینکه شما فقط مرحله آخرش رو میگین میتیاشم نصب به خاطر پول نه بله من فکر می‌کنم که پیشکسات باشگاه استقلال خیلی تعدادشون زیاده و خب خیلی دوستان کنار این تیم باشن اما اون چیزی که برای همه هواداره استقلال مهمه اینه که این تیم نتیجه بگیره ولی خب با این صحبت ها واقعا کمکی به این باشگاه نخواهد شد راه میدونم که این مسئله هاشیه رو خیلی خوب پیگیری کردی مهدی هاشمی نسب شکلی یکی از کسایی که سال گذشته در کنار باشک استقلال بود خیلی هم سراسدا کردن کرد کنار زمین و یکی دوباره حالا محروم شد و اینا فکر میکنی که آیا بودنش به نفع استقلال نبودنش من رو ارجاع میدم به صحبت‌های خود هواداران استقلال در فضای مجازی و در واکنش به صحبت‌های مهدی هاشمی نسب چه در این فصل یعنی در این پیش فصل و چه در فصل گذشته همه فقط به دنبال نتیجه گرفتن جواد با استقلال هستن براشون مهم نیست که ابزار چه چیزی باشه و خیلی الان دنبال این نیستن که حالا مهدی هاشمی نسب برگرده بدیم کرد یا بر نگرده بدیم کرد اونها فقط دارن به قهرمانی فکر میکنن و اینکه حالا با این اسکواد که بهترین اسکواد الان توی تیم های ایرانی برای این فصل و... به طور قد نمیشه گفت ولی یکی از بهترین هاست وقتی شما هشت خروجی دارین و این همه بازیکن رو دور هم جمع کردین یکی از بهترین هاست توی مدیان قرار میگیره و خود جواد نکونام هم توی نشستش گفتش که من قول قهرمانی نمیدم اما خب ما یه مصاحبه از جواد نکونام به یاد داریم که گفته بود من سال اول قول قهرمانی نمیدم اما سال دوم قهرمان میکنم تیم رو و خیلی از هواداران ارجاع دادن به این نقل قول خود آقای نکونام اما به نظر میرسه باید اگر که واقعا اینجور که آقای هاشمی نصب علاقه من به هواداران استقلال هست فکر میکنم که باید سکوت پیشه کنه و بذاره تیم و باشگاه کارش رو انجام بده محمد خود سال در باشگاه استقلال بازی کردی این هواشی به کجا میرسون استقلال ببینید برای اینکه من من اعتقاد دارم جواد نکونام باید بگیم ما برای قهرمانی بازی میکنیم اما اینکه قهرمان بشیم دست ما نیست این طبیعته شما باید بر اساس استقرار محکوم به قهرمان این بحث جداییه اما وقتی نمیشه دیگه خب نمیشه دیگه تیم های دیگه بهترن مثل سال گذشته پیش بهتر بود قهرمان شد این نمیشه جلوشه بگیریم اما نکته که به نظر من من میبینم حتی دیدیم آتیلام صحبت کرد حتی میتی هاشمی نسب اینه که جواد نکونام در یک مقطعی قرار گرفته که واقعا نمیتونه جواب اینا رو بده اولا که حق طبیعی هر مربی است که کادرش انتخاب کنه حق تربیه هر باشگاه هست که کادر فنیشو به مربی, مربی تشخیص میده کی باشه کی نباشه هیچ کس هم نمیتونه ایراد بگیره اما چرا جواد نکونام حرفی ببین جواد نکونام کسی بود سال گذشته مدیر عامل عوض کرد اما امسال این قدرت رو نداره واقعا این قدرت نده از طرف نگر... دیگه از هولنگ... دقیقاً دقیقاً همه چی رو بسته گفته طبق روند ما درستم هست به نظر من درسته باید مربی درسته باید همه کاره باشه اما باید در چارچوب باشگاه کار کنه هولدینگ یا هر کی بوده اومده گفته آقا این آقا و این آقا نباید باشن بر دلیلی جواد کنم اینجا یا باید تصمیم میگیره با میستاد میگفت که نه باید اینا باشن خود جواد میذاشتن کنار یا با باشگاه هماهنگ میشد در نهایت تصمیم گرفته با باشگاه هماهنگ بشه حالا چرا خودش نمیگه اگر بگه که من من مقصر من نیستم باشه گوش اتوریتی مدیریت خودی زیر سوال میره و نمیخوای اتفاق بیاد به نظر من هم میتیاش می نیسن هم اتیل هر دو تا زحمت کشیدن برای باشگاه استقلال اما الان توی مقطع باشگاه و سرمربی تصمیم گرفتن نباشین شما رو بخیر ما رو به سلامت برند دوباره تمام شد تمام بله راجب آتیلا اجازی محمد صحبت کرد که قرار بود به عنوان سرپرست هم مدیر استقلال فعالیت بکنه اما او از اختلاف جواد نکونام و سمی به همینطور اختلاف خودش با جواد نکونام میگه آقای نکونام داغ در هم دور زد گوه این بند خدا را خود سرپرستی بهش داد کارش که انجام شد دور زد با آقای نکونام دقیقا یک هفته قبل از بازی صحبت کردم و گفت آتیلا شما گزینه اول من هستی گفت باشگاه به من گفته که آتیلا نمیتونه فعالیت کنه به دروغ نمیتونه فعالیت کنه از بین عالمی و پاشازده یکی رو انتخاب کن تو بین اطمینان نکن این میگو این یکی رو بیار روی خط <applause> حتی صحبت آخری که با جواد انجام دادم گفت آقای ست... یه لفظی رم به کار بود و بو سمیر رو بیار رو خط ببینم چی میگه من که گفتم تو باشی ولی آقای سمیر مشکل انداخت گردن نکونام آقای شهریاری نظر شخصی من اینه که ایمان عالمی خیلی کوچیکه برای اینکه سرپرست باشگاه استقلال باشه نامهای بسیار بزرگی در این باشگاه بودن که میتونن بهتر از او عمل بکنن اما برشک ظاهرا تصمیم شده تصمیم بر این بوده که ایمان عالمی در نهایت بیاد و سرپرست یا مدیر باشگاه استقلال بشه باید بریم که چه موفقیتی به دست میاره بریم سراغ محمد تقوی و بحث کارشناسی این مسابقه محمد من قبل اینکه شروع کنم من در مورد ایمان میگم ایمان دوست صمیمی من خیلی دوست دارم که باشه اما دوست ندارم تو این مقطع تو این استقلال تو این شرایط واسه چرا چون واقعا این کاری نیست سرپرست مربی بوده اون تو سرپرستی که میتونه با دعوا کنه ایمان ما که دعوایی بلد نیست بکنه که اما در مورد استقلال دفاع 4 نفره صحبت کنیم ببینید همون چیزی که شما گفتید مزدک استقلال از دفاع چهار نفره شروع کرد ببینید تو دفاع چهار نفری که ما الان میبینیم چهار تا بازیکن بودن یک دو سه چهار دو تا آفک دفاعی گذاشته بود که روزبه چشمی بود و زوبر نیکنفت و اون سه تا بازیکن چهار دو سه که قشنگ ما اینجا میبینیم چیزی که در سال گذشته نبود در ترکیب استقلال معمولا سه پنج دو الان ما قشنگ چهار دو یک و قشنگ در تیم استقلال میبینیم چرا چون میخواد از رامین رضاییان خوب بازی بگیره که رامین رضایی این کارو خیلی خوب انجام میده بازی وقتی شروع شد مدین تمام حرکات از سمت راست بود رامین رزایان همش تو حمله بود برای مثال تو این صحنه ببینید یه بغیر از رامین رضاییان که اینجاست و یک فضای خوبی را پیدا کرده که واقعا بازیکنی که خوب فضا رو پیدا میکنه یه نکته دیگه تعداد نفرات استقلال در حمله است ببینید چند نفرن یک دو سه چهار پنج شش هفت نفر تو حمله اون یه نفر دیگه مشخصه این نشون میده که استقلالی رو میخواستن حمله کنه حتی. اما هنوز با این شرط دفاع چهار نفره خیلی آمادگی ندارن یه نکته که در مورد رامین رضایی من خودم خیلی اعتقاد دارم که میتونه بهش کمک کنه اینه که رامین رضایی بازیکن تیم ملیه باید بدونه اگر میخواد گلم بزنه لازم نیست همیشه گل تو این صحنه ببینید قشنگ دروازه زاویه رو بسته شاید یک پاس به عقب ساده یک پاس به ساده منجر به این میشد که استقلال همونجا به گل برسه میبینید اما خودش میخواست بزنه بعد دروازه بزن. در تو کنه قشنگ هر دو تا این دو تا بازیکن نگاه کنید قشنگ بستن قشنگ بستن رای برای گل زدن وجود نداره اینجا که یه پاس به عقب میتونه بهش کمک کنه اما اصرار این که میخواست گل بزنه همون اولین بازی در واقع بگه خب من گل زدم برای استقلال نشه اما نکته دیگه اینه که رامین رضاییان یک ارسال کننده بی‌نظیر در فوتبال شما ببینید فضایی که اینجا هست نگاه کنید رامین قشنگ میدونه کجا با توپ بفرسته ببینید قشنگ میدونه تو با کجا بفرسته که میره پشت قشنگ میدونه با توپا بفرسه. تو با کجا بفرسته تو چه این شرایطی دنبال کی بود آقا رمضانی یعنی این نقطه ای که ما قبلا در استقلال آنچنان نمی درست سال هر دانی هم خوب بود اما هیچ وقت نمیتونه مثل رامین رضایان ارسال هم خوب ارسال میکرد مهدی هم ولی نه مثل رامین رضایان رامین رضایان ارسالش هم ارتفاعش هم شدتش بینه ببین تو کجا میاد همون جایی که باید بیاد این کاری که رامین رضایان می‌کرد و خیلی به تیم استقلال کمک کرد اما نقطه ای که به نظر من خیلی مهم اینجاست ببینید نقطه ای که ما اول بازی گفتیم گفتیم استقلال همیشه توی 18 قدم تعداد نفر الان ببینید سه نفر همیشه هستن یکی تیری یک یکی گرفته ببینید یکی تیر وسط و در واقع هستش یکی هم تیره دو ببینید این چیزی که در فوتو اصول ابتداییه شما تو حمله با سه نفر حداقل داشته که استقلال داشت این نکات مثبت بعد هم ارسال رامین رضاییان اما اینجا گلی که استقلال به میرسه خیلی جالبه از جان ببین تو ارسال میشه ضربه ایسکایی. چند نفر بازی کنه استقلال هستن؟ یک دو سه چهار پنج نفر پنج نفر وقتی شما پنج تا بازیکن داری مستقیم میزنی یه بازیکن مثل رمضانی داری که ضرب اول حسب میزنه طبیعتا تو به میگیری شما میگیری دیگه ببین همین اتفاق میفته رمزانی سر میزد تعداد نفرات استقلال بیشترن حمله میکنن به تو این نکته ای که ما سال گذشته قشنگ تو استقلال میدیدیم یعنی توپ رو میزدن به قول انگلیسی ها کیاس به وجود میوردن هر, هر جو به وجود میارن بعد هر پنج تا بازیکن حمله میکنن ببینید تو به گل رسید خیلی عالی به گل رسید این نقطه ای که در تیم استقلال سال گذشته به خوبی میدید اما نقطه ای بهتر اینه که ما در تیم استقلال گفتیم کی رو داریم رامین رضاییان داریم این حرکت واقعا من البته ما اولش دیدیم بذره مشکوک بود فکر کردیم آفساید ام اما بعد دیدیم که نه نیستش نبود. پاس دیدنی که اگه اشتباه نکنم رضاوند بهش میده اما دیدنی تر از این پاس رامین رضاییانه تو میفتی تو میره تو, می تو گل حالا شاید میگید دفاع اشتباه کرد دفاع مجبور به اشتباه میشه ببینید من چرا میگم مجبور به اشتباه میشه این پاس دیدنیه که میده رضاون از بین این دفاع این دفاع اینجا یک دو سه چهار یک فضای کوچیک پیدا میشه اما ببینید پاس پاس واقعا رامی رزیان چطوره ببین پاس کجا میده خیلی مهمه پاس یه جایی میده که دروازه‌بان نتونه بگیره اون چیزی که خیلی مهمه پاسو میده اینجا که دور از دست دست دروازه بانه نتونه قطع کنه و دروازه نتونه قطع کنه و وقتی دفاع داره میاد دفاع براش واقعا به قول انگلیسی نایتمره دفاع براش چیه کابوس نمیدونه چیکار کنه میخواد قطع هم بکنه نمیتونه میاد قطع کنه حالا یا من من دفاع خودش زد تو گل ببینید دفاع زد تو گل این این کاری که راه میرسه عالی انجام میده یک بار دیگه پاسش میبینید من یه بار دیگه نشون بدم واقعا پاسش کوچیجوری میده ببینید ببینید بین چند نفر پاس ببینید چطور میده قشنگ پاس میده کجا اون فضایی که لازمه یعنی بازیکن میخواد بگیره قشنگ میدونه چجوری باید پاس بده رامین رضایی ببین قشنگ میده اونجایی که دروازه اون نمیتونه تو بگیره برد. پاساش دیدنی بود اینا نکات مثبت تیم استقلال بود واقعا واقعا چشمگیر بودش اما نکته مهمی نبود که آیا تمام این بازی رامین رضایی بود من اعتقاد دارم حسین حسینی ببین این توب داره ارسال میشه همه ما میگه وقتی توب داره پا به توب ارسال میشه اینجوری داره میاد دیگه درسته بله. باید بدین اما ببین چه اتفاقی میفته توپ به ناگاه میره اینور و اینجا خیلی سخته دروازه میتونه عکسان دروازه داره میاد جلو شما نگاه کن چقدر قشنگ واقعا دیدنی توپ در آورد واقعا این باد داشت توپ میورد تو گل دو... توپ دوم که واقعا شو ببین این صحنه واسهش میبینیم متوجه بشیم که کار حسین سینی چقدر سخته ببین چطور از کجا توپو در میاره واقعا دیدنی توپ سرعت میگیره واقعا تو باد شدید میکرد یا این شوتو ببینین توپ داشت میره یه دفعه تغییر جدت واقعا حسین حسینی باعث که استقلال تو بازی بمونه و این سه امتیاز درست رامین رضایان رو بذاریم کنار اما حسین حسینی خیلی کمک به برد استقلال مشکل ما تقوی ما در این فصل هم همچون فصل گذشته داوری بازی ها رو با دقت بررسی و کارشناسی میکنیم و یک بار دیگه این رو بگم که فقط صحنه رو بررسی میکنیم که در نتیجه بازی تاثیر گذار باشه توی این فصل هم این افتخار رو داریم که کارشناس برجسته انگلیسی دیمو گلگر رو در برنامه داشته باشیم از بازی شمسازه رو استقلال شروع بکنیم توی این مسابقه کمک داور ویدیو یا همون وی VAR خیلی خوب تو لحظات پر پایانی به کمک داور بازی اومد بریم نظر درمون گلگر رو در مورد سحنه های داوری این بازی ببینیم پنالتی که با VAR تشخیص داده میشه چون مدافع سفید مهاجم سبز رو پایین میکشه مدافع نه به توپ نگاه میکنه و نه به توپ ضربه میزنه فقط نمیذاره بازیکن مهاجم با توپ بازی کنه داور متوجه نمیشه ولی وی ای آر به درستی اون رو تشخیص میده. این صحنه خیلی جالبه چون بازیکن سفید توسط بازیکن سبز که در بالای تصویره از آفساید خارج شده. بازیکن سفید توپ رو میفرسته و گل توسط مهاجم زده میشه که پشت توپ قرار داره و در آفساید نیست. کمک داور به اشتباه پرچم میزنه دخالت وی ای آر کاملا به موقع و گل به درستی ثبت میشه کمک ویدیویی توی این مسابقه خیلی خوب و به موقع به کار اومد پنالتی شمسا درست بود گل هم به درستی پذیرفته شد دیدید که با وجود وی ای آر چقدر آروم بودن و دیگه کسی اعتراضی نمیکرد و فقط یه مورد دیگه هم باید بازم بگم که تثیربرداری برداری فاجعه این مسابقه بود زمانی که وی آر داره نمایش داده میشه داره داور داره میبینه بیننده تلویزیونی هم باید ببینه که اونجا چه اتفاقی میفته نه که بهجاش در دیوار رو ببینه صحنه‌های نامربوط ببینه و تصویر اتاق وی ای آر رو ببینه اما بازی دیگه ای که با وی ای آر برگزار شد بازی پرسپولیس و زوبا هم بود این دیدار یه صحنه مشکوک داشت که استون اورونوف توادارش رو از دست داد و تیم داوری اعتقاد داشت که پنالتی در کار نبوده بریم نظر دروگرگر رو بشنویم آیا این صحنه پنالتی بود؟ مهاجم وارد محوطه جریمه میشه و واضحه که سر میخوره ولی سریع بلند میشه بعد با مدافع برخورد داره برای داور تشخیص این صحنه سخته کمک داور ویدئویی صحنه رو میبینه چون اشتباه مسلم اتفاق نیفتاده پنالتی در کار نیست باید گفت تصمیم به نگرفتن پنالتی درست بود پس این صحنه هم پنالتی نبود و درمون گلگر تصمیم داور بازی رو تایید میکنه ورزشگاه نقش جهان با اون چمن وحشتناکش که نمونهش کم پیدا میشه توی دنیا میزبان بازی سپاهان و چادر ملو بود این بازی دو تا صحنه داوری داشت و همینطور در بازی ملوان و گلگوهر ملوان پنالتی گل زد و توی بازی دیگه هم بازی حوادار و خیبر یه صحنه مشروک دیگه بود نظر کارشناس داوری برنامه رو درباره این صحنه ها میشته. گل به دلیل آفساید مردود اعلام میشه ولی گل درست بود آر تو این بازی وجود نداره و تصمیم داور در زمینه که تعیین کنند است اگر به صحنه توجه کنید جایگیری کمک داور درست نیست و در نتیجه دید درستی نداره و اشتباه میبینه گل باید پذیرفته میشد I think very, very پنالتی که برای زرد گرفته میشه سختی ایران است. بازیکن سفید با کمترین تماس تکل میزنه. برخورد اتفاق میفته اما به اندازه ای نیست که مهاجم تعادلش رو از دست بده. این حرکت اگر در لیگ برتر انگلستان رخ میداد پنالتی بود. تیم بنفش درخواست پنالتی داره. من اینطور فکر نمی کنم. مدافع سفید پوش با توپ تماس داره و اون رو دفع می کنه. حتی اگر دقت کنید اغلب همبازی های خودش هم چندان اعتراضی ندارن. به نظر من پنالتی نبود. خطای دروازبان روی بازیکن شماره 17 سفید اتفاق میافته. فکر می کنم دروازبان واقعا بد شانسه. بازیکن سفید پوش به توپ حمله می کنه. با یه ضربه محکم از دروازبان عبور میکنه کنه. توپ به بیرون میره برای ضربه دروازه و در همون حال دروازبان برای مهار توپ شیرجه می زنه. اگر نگاه کنید چون حمله سریع بوده داور هم با صحنه برخورد حدود 60 یارد فاصله داره و داور به دلیل اینکه یه بازیکن دیدش رو بسته فریب میخوره اگر وی وجود داشت پنالتی رو برمیگردوند خیلی واضح بود که داور توی بازی سپاهان و چادر ملا و دو تا اشتباه بزرگ داشت گل درست سپاهان رو نگرفت و برای سپاهان یه پنالتی اشتباه گرفت پنالتی ملوان با نظر درمون اگر اشتباه بود و نباید پنالتی گرفته میشد و هوادار هم توی بازی با خیبر نباید صاحب پنالتی میشد که نشد اما میخوایم همچنان راجع به سپاهان صحبت بکنیم که به هر شکل یکی از تیم‌های قدرتمند لیگ برتر ما هست محمد فکر می‌کنم که سپاهانیا این فصل هم امیدوارانه فصل شروع کرد اما نه به اندازه فصل گذشته نه به اندازه فصل قبل یک تفاوت عمده داشتن وقتی رامین رضاییان و زکی پور از دست دادن و حتی شایدار مقانلو رو ما اصلا یه جوری دیگه فوتبال بازی می‌کنن نمی‌دونم شاید زود اما چیزی که من تو این بازی هم کاملا متفاوت بود حالا من نشون میدم ببینید سپاهان همیشه گفتن از کنارها حمله می‌کنن دیگه سیستم اما تو این بازی بود از تو ببینید این صحنه واقعا من همیشه میگم تو فوتبال یه زنی پاس است که بی‌نظیره شما این پاس در واقع اگه اشتباه نکنم محمد دانشگره یک پاس مزدک جان یک پاس پنج تا بازی از جریان بازی خارج میشن شاید اون توی مقابل چادر ملو و تازه اومد تو لیگ اما این پاس دانشگر بی‌نظیر بود پاسازی عالی از خط تو اون پاس و اینجا ببینید چقدر قشنگ کاوه رضایی که به عنوان تگ عالی این واقعا این صحنه گل بی‌نظیر بود با دو پاس تو بکردن تو گل من پاس اول نشون دادم حالا پاس دومو ببینید ببین یه پاس داد دانشگر داد درسته داد اینجا پاس دوم یعنی یک بار دیگه پنج تا بازیکن از بازی خارج شدن دیگه یک بار دیگه نگاه کنین با پاس دوم یک دو سه چهار پنج تا دیگه از جریان بازی خارج میشن و پاسی که من نمیدونم کی اینقدر تصویر بده واقعا من نمیدونم با بیرون پا داد و با توی هر که داد اینقدر قشنگ بود پاس دوم پنج تا دیگه از جریان بازی خارج میشن ده. تو عمق ساب میکنن کاور زیر ببینید قش... کاور میکنه تو گل یعنی این صحنه که صحنه دیدنی بازی بود حیف شد این بود گل نگرفتن یا این گل ببینید من همیشه میگم تو فوتبال راندوی همون که چهار دو خودمون هست خیلی مهمه چرا خیلی مهمه که بازیکن یاد بگیره پاس درست با شدت پاس درست بده تو این صحنه ببینید یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت تا بازیکن هستن درست فضا زیاده اما پاسی که میده در واقع کاوه رضایی به محمد کرد کوج نمیتونن قطع کنن درست. این چیزی که تو فوتبال بهش میگن راندو یعنی پاس درست بدی که این کار عالی انجام میده کاوه رضایی که محمد کریمی هم میگیره میشه قالی میخوره میکنه دو گل اما کار زیبای در واقع ببینید ببین چطور پاس داد ببینید ببینید ببینی. من اینجا قشنگ نشون میدم ببینید یک دو سه چهار پنج شش هفت درسته بله هفت نفر دیگه پاس ببینید چرا نمیتونن پا، پاس قطع کنن چون اینقدر پاس خوبه نمیتونه اون دفاع مقصر نیست پاس خیلی بی‌نظیر بود کارش عالی بودی پاسی که به محمد کریمی داد و توپ زد تو گل بازم توپ از تو اون زده میشه یه نکته که خیلی مهم بود گل سب... ببین ببین من اینجا واقعا خیلی دوست داشتم این صحنه رو ببینیم ببین این صحنه رو یک بار دیگه ببینین سرش بالاه قشنگ دیدش هست داره نگاه میکنه قشنگ داره نگاه میکنه یعنی این فاز شادر ملو باید بدونه که اینجا دیگه لیگ یک نیست اینجا بازیکنایی هستن که میتونن هر لحظه توی لیگ برتر فوتبال هر لحظه همه عوض کنن که این اتفاق افتاد این بازیکن سبب... واقعا سمن که افتضاحه کاری ندارم اما بریم گل سوم این گل سوم یک بار دیگه است این چیزی که بابش بهش میگیم کیلر پاس شما نگاه واقعا من بعضی موقع این چیزا رو میبینم تو فوتبال ایران لذت میبرم چرا لذت نبرم پاسی که محمد کریمی میده نگاه کن مزدک جان ببین اصلا این پاس بی نظیر بود این آیا. پاس بی نظیر بود بین پنج همون روندوه چار به دو پنج به دو ببین چطور پاست قشنگ تو ببین ببین قشنگ میست تو دست رضا اسدی که خب دروازه میگیره و میاد میزنه تو گل رضا شکاری یک بار دیگه من دوست دارم یک بار دیگه این صحنه گل رو ببینید که محمد کریمی پاسش واقعا بی‌نظیر بود یعنی واقعا بی‌نظیر این پاسی که میده اصلا به قول قدیمی میگه لقمه از لقمه لقمه تر بود ببینید واقعا پاسش بی‌نظیر من دوست دارم 10 بار ببینم این پاس صحنه رو پاس از بین چند تا بازیکن یک دو سه چهار پنج قشنگ میسپاره به اون و این چیزی که تو فوتبال خیلی مهمه خیلی مهمه باز رضا شکاری مید. یعنی واقعا دیدنی بود بلد. اما گلی که سپاه میخوره یه چیزی دیدنی دیگه دیدنی تی... دیدنی دیگه بود شما ببین وقتی توپ ارسال میشه حسین پاپی اگه شما حسین پاپیه داداش بلد. پاپی اگه شما نکنه تو میکنه گل اما چطور تو میکنه تو گل ما زنگ نگا ما این آسه کردیم قشنگ نشون میده به محض این می... ببینید برمیگرده عقب برمیگرده عقب برمیگرده عقب این گ... برگشتن عقبش این فضا رو بهش میده 10 متر فاصله براش به وجود میاد ببینید 10 متر 10 متر براش فاصله به وجود میاد ولی واقع... شلی شلیکش فوق العاده ببینید واقعا دیدنی بود واقعا دیدنی بهترین گل فصل باشه دیگه از همین اول هم محمد پاپیل داداش دیدنی بود ضربه و واقعا این گل یه این ببینید تکنیکش نگاه کنید تکنیکش نگاه کنید واقعا تو فوتبال ما این چیزا رو می‌بینیم با لذت ببریم دیگه فرق نمی‌کنه چه ردی هست ما راجع به تراکتور هم صحبت داریم آها در مورد تراکتور نقطه‌ای که به نظر من در مورد تراکتور مهمه وقتی شما دو تا بازیکن مثل دانیال اسماعیلی فر و میتی ترابی داره هم اول بازی خودشون نشون میدن از معدود دفاعی که تراکتور من فکر می‌کنم خریدای خوبی داشته ببینید، یه چیز در فوتبال خیلی مهمه اصول ابتدایی اصول ابتدایی وقتی دو نفر هستن شما نباید یک نفر بپرسی حتما با دو نفر بپرس حال. اگه یک وقت دمگر... شما تو همین صحنه باعث میشه که ترابی به راحتی ببینید استال میکنه میاد ببینید توپو میگیره ببین میده کجا توپو میگیره ببین مزدک جان کجا توپو میگیره توی همین فضایی که هست یک در موقعش دو دو در مقابلش پاسی که بهش میدن قشنگ میره میگیره و چه پاس دیدنی میده ببین پاس دیدنی چه نگاه کنین اما بعد که گل نگاه میکنیم میبینیم خط دفاعی البته مثل که دست محرم بسته بود واقعا کسی رو نداشت, نداشت. واقعا کسی خالی... نداشت اینجا میثم تیموری اگه اشتباه نکنه نمیدونم مدافعینش کی بودش اینجا بود خیلی هوشمندانه تر عمل میکرد نگاه کنید مزدک نگاه کن فاصله دو تا بازیکن خیلی زیاده یک دو سه چهار پنج شش من نمیدونم این دفاع مثل مسک... که اینجا چیکار میکنه اینجا چی کار... اگه نبود آفساید بود دیگه این این برای بج... از چیشم نگذاریم که چند تا بازی کنه در واقع تراکتور میان تو حمله پاس از کنار میاد تو میکنه چند نفر حمله میکنه این واقعا این صحنه دیدنی بود گل دوم میشونه همینه شما اون فضا رو این همه فضا رو وقتی میدی به دانیال اسماعیل فرد خب میره و باز نگاه کنید ببینید چند نفر تو باکسن مزدک جان ببین یک دو سه میبینید سه در مقابل سه هستن حالا اگه خود دانیال هم در نظر بگیریم میشه 4 در مقابل 4. خب نمیشه واخه چهار در مقابل چهار میشه 18 قدم دستت بسته میش هر لحظه در دروازه اما نبود فراموش کنیم تعداد نفرات تیم تراکتور در باکس یعنی رفته تو زمین حریف میخواسته ببره و این نشون نده ببین چند نفر حمله میکنن دانیال سانتر بی خودی نکرد قشنگ نگاه نه نه قشنگ پاس داد این چیزی که خیلی مهمه ببینید چند نفر تو باکس هم از یه بار دیگه من نشون میدم یک دو سه چهار پنج هر چی تعداد نفر اینجا تو این صحنه چهار در مقابل سه هستن تعداد نفر رو ببینید تو این صحنه تعداد نفرات تیم چی بیشتر از تیم بله. در واقع مثل رفسنجان هستش و واقعا من بازم میگم هم نانیال اسماعیل فر هم میتی ترابی تو همین بازی اول جایگاه خودشو برام یه بازی کنی که اینقدر در موردشون حرف زده شده اینقدر در موردشون در واقع پول خرج هزینه شده ارزشش داشتن بله و پول واقعا زیادی هم خرج شده براشون امسال تیم های لیگ برتری تحرک زیادی در فصل تابستون برای گرفتن بازیکنان داخلی و خارجی تراز اول داشتن و معلومه که خیلی از تیم سخت بودجه رو رد کردند در این باره تا لحظه دیگه با رها همراه میشیم و در مورد مهمترین نقل و لیگ برتری صحبت میکنه برامون قبلش بریم صحبت های فرشی سمی رو بشنویم قبل از اتمام فصل یک سری صحبت های با نکونام داشتیم یک سری لیست آماده شده بود که اقدام بکنیم برای اونها بعدا یک سری فعل و انفعالاتی پیش آمد که متوجه شدیم که به حال ممکنه که ادامه همکاری با آقای نکونام و آقای حسینی امکان پذیر نباشه به حال مخصوصا در دروازه به حال زیاد منتظر نمونن و تصور بر این بودش که گلری که به توان دروازه استقلال بلاخص در مساقات آسیایی دفاع کنه که با توجه به سهمیه محدود خارجی که نسبت تیمای عربی ما داریم و همچین بازگشت آقای حسینی ما دروازان خارجی فارغ از مسئله کیفیتش جذب نکنیم ولی در خدمت وینگر باشیم بازار نقل و انتقالاتی فوتبال ایران بیش از اون که پر ستاره باشه پر از رقم ها و آپشن هایی که آبشنهایی که همه در حد گمان زنی باقی میمونن تا زمانی که شکایتی ثبت بشه و از هان عمومی سر در بیارن که مثلا بازیکنی 35 ساله در فوتبال بدون درآمد ایران 70 میلیارد قرارداد داشته یا 600 هزار یورو مبلغ رضایتنامه بازیکن بدون دستاورد دیگه ای بوده ما همانند هم شما بسیاری ز... بسیاری از این گمان ها رو شنیدیم اما به دلیل اخلاق حرفه ای ملزم هستیم فقط به نقل قول افراد حقوقی باشگاه ها مانند مدیران عامل یا بیانیه‌های رسمی رجوع کنیم در فصل نقل و انتقالاتی چهار باشگاه استقلال سپاهان تراکتور و پرسپولیس رو بررسی کردیم که رفت آمد های پرسر و صداتری داشتند در پنجره ای که هنوز البته بسته نشده استقلال در پیش فصل 24 روزهای شلوغی رو پشت سر گذاشت. اونها هشت خروجی داشتن و رامین رضاییان بهترین بازیکن فصل گذشته لیگ برتر رو از سپاهان جذب کردند و کوکوتا رو از آمیان فرانسه به تهران آوردن. سامان فلاح دیگر چهره بود که در این فصل پیراهن استقلال رو میپوشه. این بازیکنی که ارقام سنگینی درباره مبلغ رضایت نامش شنیده شده و یکی از چهره‌های پولساز باشگاه سیرجانی بوده. جذب بازیکنان خارجی برای استقلال با اندونگ از باشگاه ریاض ادامه پیدا کرد. لیستی که به نه بازیکن رسیده و در تاریخ استقلال بی سابق است. سمیه وینگر و گلر بوسنیایی هم خرید. گلری که هیچ وقت به ایران نیامد ولی باید دستمازش برای دو فصل قرارداد پرداخت بشه. اما میخوایم بریم سراغ پرچورهای تبریزی که حضور پرخرجی در بازار داشتند قبل از بررسی لیست تراکتور صحبت های رضا درویش مدیر عامل پرسپولیس رو بشنویم که ادعای عجیبی رو درباره رقم پیشنهادی تراکتور به ترابی میکنه بازیکن اپی ما رفت تا 35 میلیارد تومان مثلا بهش پیشنهاد شد گفت بابا این نفت اون پولی جای دیگه به من میدن نیست آخرین پیشنهاد شما به متیتوری 35 تا بود گفته شما این نزدیک نصف اون قرارداد من آره خب به نصفش هم نمیرسه خب در چجوری ممکنه سر خودتونن رعایت کنن این خود باوره سخته و این یه من حالا با وجود این حالا شما فکر کن این راه هم هست شما بخوایی بازم سخت رو بالاتر ببرید ببینید یه اون چه ازش در میاد تراکتوری ها علاوه بر مهدی ترابی، دانیال اسمایلی فر و علی رضا بیروند را رو از پرسپولیس جذب کردند. اشتراکل مهاجم کرواتا و که هافک دفاعی جدید قرمزهای تبریز از دیگر هزینه های زنوزی برای فصل 24 امه. از مهمترین چهره های جدا شده تراکتوری ها میشه به گستاو و وانگی اشاره کرد اما نمیشه از کنار نیمکت این تیم هم به سادگی گذشت حالا هدایت اونها رو دراگون اسکوچیچ سرمربی پیشین تیم ملی به عهده داره تا اینطور به نظر برسه اسب تراکتور بر کسب اولین قهرمانی لیگ زین شده اما سپاهان در حال رقم زدن پر سر و صدا نقل و انتقال تاریخ دیگه برتر ایران استیون انزونزی کاپیتان پیشین تیم ملی فرانسه و قهرمان جهان در تست‌های پزشکی سپاهان شرکت کرد و در آستانه انتقال به اسفهانه اونها البته در یک جابجایی پرحاشیه صالح هردانی رو به اصفهان آوردن و رامین رضایان هم به استقلال پیوست. طلای پوشان زاینده رود محمد امین حزباوی رو که بیرون از لیست اسد مونده بود به جای شهریار مقانلو به لیست اضافه کردن در رقابت با پایتخت نشینان مهدی لیموچی رو از عراق به اصفهان آوردند دیگر چهره‌ای که از سپاهان رفت امید بود که البته برای سربازی به بندرانزلی پیوست. اما در پایان میرسیم به پرسپولیس مدافع عمر قهرمانی اونها علی علیپور رو بعد از چهار سال برگردوندن قرمز پوشان الکسیس گاندوز رو به جای بیرانوند درون دروازه قرار دادن و درویش ایوب مدافع مراکشی رو به جای اسماعیل فرج جذب کرد احمدزاده هم از اصفهان به تهران بازگشته عبدالکریم حسن کنار سه بازیکنی که به تراکتور رفتن از مهمترین چهره های جدا شده از پرسپولیس هستند البته که درویش حسن رو فروخت اما اسماعیلی فر ترابی و بیرانوند به صورت بازیکن آزاد راهی تبریز شدند انتقالی که با شکایت پرسپولیسی ها گفته میشه که محرومیت چهار ماهه و جریمه 20 میلیاردی برای بیرانوند در پی خواهد داشت بریم صدای منتشر شده بیرانوند درباره اختلاف سر قراردادش رو بشنویم که سازمان لیگ گفته حق من دارید از 20 آپشن 20 درصد اولش اینو بگو بگو آپشن یه چیزی جداست از قرارداد پایه گفته 20 درصد بذارید کنار حساب کتاب کنید بذارید توی قراردادتون مثلا قرارداد یه نفر 15 میلیارد فدراسیون گفته آقا از این 15 میلیارد شما میتونید 20 درصد آپشن توی قراردادش بیارید از این سه تومن مثلا میاد سه تا آپشن میذارن چی میذارن مثلا میذارن رضایت سرمربی یک میلیارد 50 درصد بازی یک میلیارد مثلا تیم میلیارد دعوت چی میلیارد میذارن توی قرارداد این میشه آپشن ببین پاداشا رو رب داده به آپشن اصلا آپشنای من جدا بوده اصلا 20 درصد آپشنای من یه چیزی جدا بوده من پول 20 درصد آپشنامو هم گرفتم اینا آپشن پولی جدا دادن از قرارداد من کس کردن بله وضعیت گونه ای که امام جمعه و استاندار اون منطقه یعنی آذربایجان شرقی و شهر تبریز دنبال این هستن که محرومیت بیرانوند حالا اعلام نشه پنجشنبه بازی حساس تراکتور و پرسپولیس حتما اون بازی رو تماشا خواهید کرد جمعه هم استقلال ملوان بازی داره بازی که قرار در قزوین برگزار بشه در تهران بزرگ هیچ زمینی وجود نداره و از اون طرف شمس هم در مقابل چادر ملو بازیشون در اردکان برگزار نمیشه میاد تهران بازی میکنه شما ببینید که لیگ ایران چه وضعیت عجیب و غریبی داره جمعه شب ساعت 11 شب باز همراه شما خواهیم بود بتروت.